حالا اگه سوال مونده سریع بگین، اگه نه که بریم به اون اصل 89 که نوده که سریع تموم کنیم بگو. ثابته، همونی که هست هست، ولی سالهای مختلف ثابت نیست. یعنی شما بگید یه فرض کنید اتومبیلی دارید، یک لودر تو معدن دارین، برای سال چهارم هزینه استهلاکش 4,300,000 هر کار بکنی همونه ثابت. جانم بگو بلندتر بگفتن فرق نمی کنه، بازم ما همون هزینه استهلاک رو میذاریم. بله، مگر این که خب راه دیگه داره که خب صورت جلسه بشه فلان که ماشین استهلاک خراب شده، ماشین تموم شده، از بین رفته، تصادف کرده اینا، و اون دیگه با تو هزینه همه شو بذاریم. ولی آسان ترش نگم ادامه بریم تا آخر تمومش کنیم، فرق نمی کنه. برای مانه معمولاً چندی که ادام میشته؟ بله بله، اون بحث دیگه ایه. اون این عدده که میگن هر چقدر سود کردی مالیات، اون ما گفتیم 50%، اون صفره. اینجا ما تلاش میکنیم که در مورد دوی از حد اکثر استهلاک استفاده کنیم تا حداقل آفرین. نه من نخواستم، این کلاس مهندسی معدنه، من نمیخوام خیلی دید. اگه اینا رو خواستیم بشنوید، کلاس مدیریت مالی داریم ما، اونه همه جزئیات شو میریم. نه تنها اون یه موقع است، یه موقع دیگه ممکنه یه دولتی باشه که یک قوانین یک کشوری باشه که بگه اگر مالیات منفی شد من شما پس نمیدم هیچی. خب اینطور وقتی ما استهلاک میاریم پایین، نگه هم داریم برای اون سالی که سود داریم. بله، مواقعی از در حتی عادی بیشترین رو میذاریم، در حتی غیر عادی بله کمتر ممکنه بذاریم. بله، اصل دیگه ای ما داریم که دو تا اصل کوچولو. اصل نهم دو تا اصل خیلی کم که ببنده، نه تنها این دو تا اصل ما رو ببنده، بلکه هر هشتا رو ببنده. الان مطمئنم یه نقاط ابهام تو فکر شما هست، با دو تا اصل بسیار کوچولو اینها نقاط ابهام همه رفع میشه. یکی کانسیستنسی، اصل نهم کانسیستنسی، یعنی یک نواختی. این اصل میگه که اگرچه که ما خیلی جاها در تقریبا همه جا مشخص کردیم که شما چه کار بکنین، این چارچوب ها همه فیکس منظم دقیق برای شما مشخص شده، ولی در بعضی جاها شما باید به دستورالعمل های مختلف رو رعایت کنین. غیر از این قوانین اصول دستورالعمل هست. اگر به اون جاها رسیدین همیشه یک نواخ کار کنین. یعنی مثلا دستورالعمل نزولی اگر در اختیار شما بود که نزولی یا خط مستقیم کار کنیم برای لودر زیرزمینی و خط مستقیم انتخاب کردین، دیگه امسال خط مستقیمش نکنین، سال دیگه نزولیش بکنین. امسال بگین عمر مفید 5 سال، سال دیگه بگین 4 سال. این کار نکنین، یک نواخ کار کنین. همیشه اون حالت یک نواختیتون رو حفظ بکنین که چون خواننده این فرض رو خواهد داشت. یادتون باشه اصل دهم متریالیتی، یا اصل اهمیت ها اگر میخوایم بگیم، اگر اصراری به ترجمه داریم، اصل اهمیت ها. این اصل هم میگه که
درسته که مقررات اصول 10 تا اصل همه مشخص شده، ولی اهمیت ها هم در نظر بگیریم. حتما اصول رعایت نکنین برای چیزای خیلی بی اهمیت. ممکنه که بگین شما خب ما یک خودکار برای دفتر آقای مدیر عامل خریدیم، این از یک سال عمرش بیشتره. خب بیایم پس من دیگه نشد دیگه هزینه نشد، باید برسیم استهلاک خودکار. حالا باز برای نزولی بنویسیم خط مستقیم چند ماهه؟ نه دقیقا 2 سال نیست، 1.5 سال، 1.5 ماه و 14 روز. این دیگه ارزش نداره. همین اهمیت ها رو در نظر گرفتن بسیار مسئله مهمیه در همین امور شرکت ها و حتی امور غیر شرکت ها و شخصی و اینا. بین اگه شما بتونیم، اگه ما بتونیم، هر کسی بتونه به قول آخونده علم و فلهم بکنه، یعنی اولویت ها رو به طور کامل رعایت فرض کنه. ما چند روز هر کدوم در شبانه روز وقت داریم؟ 24 ساعت. مگه بیل گیتس چقدر در شبانه روز وقت داره؟ اونم 24 ساعت وقت. آقای احمدی نژاد هم 24 ساعت وقت داره. چه کار کرده آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور شده؟ آقای مثلا حسن نژاد که همسون سالون نشده چه کار کرده؟ همون اولویت همون اولویت ها را درست انجام بده دیگه. یعنی وقتی آدم در نهایت فقط یه چیز در دنیا در نهایت فرض بکنیم، دقت کنیم، در نهایت ultimately در نهایت نهایت فقط یک چیز در دنیا هست، یک منبع است که محدود کامله، اونم عمره. عمر ما یعنی وقت ما در شبانه روز محدود کامله. هیچ کس نمیتونه بگه که آقای احمدی نژاد 25 ساعت در روز کار میکنه. نه. اونم حد اکثر 24 ساعت. پس چی کار کرده؟ تخصیص منابع رو درست انجام داده. یعنی حالا درست که وجود نداره، از ما بهتر انجام داده. یعنی چی؟ یعنی اگر در اون ساعت معین چند تا کار در رأس ساعت 10 صبح روز مثلا 17 اردیبهشت سال 89 برای هر کدومون چند تا کار موجوده که میتونیم بین 10 دهانیم، چند تا کار برای هر کدوم موجوده که میتونیم انجام بدیم؟ 100,000 تا، 10,000 تا، 40,000 تا، 200,000 تا، بی نهایت. تصمیم بگیریم کدوم رو انجام بدیم. اگه بتونیم یعنی اولویت رو تشخیص بدیم که کار شماره 4683 از همه بهتره. میگم ایدئالش که نیست، آقای احمدی نژاد هم ایدئال انجام نداده، ولی از اون بهترش هم هست. به اصطلاح معصوم فقط 14 معصوم هم اونا اگه ایدئال انجام میدن، غیر از اونا همه دیگه فقط به نسبت. خب ما اصلا همینه میگه دیگه، میگه که اهمیت ها در نظر گرفته باش شده بشه. مبناش مالی؟ مسلماً مبناش مالی، در نهایت مبناش مالی. یا هم که اون کسی که حساب میگه یه بقیه هدف، حالا ما میرسیم دوباره نبره تو تصمیم گیری هدف رو صحبت میکنیم. یه صحبت جزئی در مورد شرکت غیر انتفاعی انتفاعی شد، ولی دوباره برمیگردیم به هدف که هدف چی باشه. اون کسی که هدفش هم ثواب هست، اون آدم خوب آدم عاقلی هست. وقتی میره مکه زیر نابدون طلا قرار میگیره، نماز زیاد میخونه دیگه. میگن هر رکعت نماز اونجا 10,000 رکعت حساب میشه. خوب عقل داره دیگه، اونجا زیاد نماز اون میارزه دیگه، فرق نمیکنه. همش یک بالاخره مبنای شمارشی و حساب بکنیم دیگه، آدم عاقل کار میکنه. پس اهمیت رو $1 که باز تو یوتیلیتی تیوری که کمکی وارد بشی بیشتر در این مورد برمیگردیم، ولی فعلا چون اهمیت ها صحبتش هست، آیا $1 یه اسکناس $1 ارزشش ثابته؟